یک سال پس از آن که پرزیدنت اوباما در برابر شهروندان مشتاق آفریقای جنوبی طرح پنج سالی افزایش تولید برق را اعلام کرد، طبق گزارش سالانه این طرح تنها 25 درصد از ده هزار مگاوات افزایش ظرفیت هدف این طرح محقق شده است. اما خبرگزاری رویترز در گزارش امروز خود مدعی شده که در واقع این طرح ظرفیت جدیدی به تولید برق در آفریقا اضافه نکرده است. بر اساس این گزارش برخی از پروژه های این طرح سالها پیش از آن در راه بودند و برخی دیگر هنوز در مرحله برنامه‌ریزی است و هنوز روشن نیست چه مقدار از 7 میلیارد دلار بودجه این طرح تامین هزینه شده و آیا 20 میلیارد دلار تعهدات سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی تحقق خواهد یافت یا خیر رویترز از قول برخی منابع که در این طرح کار می کنند، تحقق این طرح را ظرف پنج سال آینده بلند پروازانه توصیف کرده و افزوده صحبت از افزایش ده هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در آفریقا هنوز بیشتر روی کاغذ مطرح است تا روی شبکه برق براک اوباما نخستین رئیس جمهوری آفریقای تبار آمریکا به دلیل تعامل ملایم با آفریقا مورد انتقاد قرار گرفته است طرح رئیس جمهوری آمریکا موسوم به ابتکار نیرو در آفریقا میکوشد سرمایه گذاران را به شبکه نارسای برق در آفریقا جلب کند با کمک اولیه شرکت های مانند جنرال الکتریک ولی یک سال پس از اعلام طرح با موانعی مانند کمبود ظرفیت‌های های محلی و یا کشمکش های سیاسی در مورد منابع مالی عمومی برست. و همچنین سوال در مورد اینکه در دراز مدت رئیس جمهوری آینده آمریکا این طرح را ادامه خواهد داد یا نه از سوی دیگر بر طبق گزارش سازمان توسعه بین المللی آمریکا این طرح در سال اول 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری را جلب کرده و همچنین کشور سوئد و بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا نیز کمک های مالی به این پروژه اختصاص دادند با این حال تجربه محدود و مشکل فساد و شیوع بیماری ایبولا در کشورهای آفریقایی چالش هایی است که این طرح با آن روبروست شهلا رستی صدای آمریکا واشنگتن